به برنامه نان گلوسو خوش اومدید. سلام به همگی، من مریم نمازیم و من فریبرز پویا هستم. در برنامه این هفته در رابطه با ادامه اعتراضات در ایران، سرکوب جمهوری اسلامی، کسایی که کشته شدن، بازداشت شدن صحبت خواهیم کرد و در ضمن در رابطه با ادامه حمایت دولت‌های غربی از جمهوری اسلامی و علیه مردم ایران. در بخشی صحبت‌های مریم رو که در سومین سالگرد حمله به چارلی هبدو در پاریس برگزار شد و سخنرانی کرد بهتون نشون میدیم. فتوای احمقانمون از ترکیه است و مولایی که میگه که مردم باید ریش داشته باشن وگرنه امکان داره بقیه فکر کنن زنن و افکار بدی داشته باشن در رابطه با آنها. لحظه زیبای زندگیمون از ایرانه و عکس العملای همبستگی با زنی که حجابشو روی یه سکوی ایستاده بود و داشت روی چوب گذاشته بود و بازداشت شده، در همبستگی به اون یک عملی از سوی یک دختر و پدر خواهد بود. با ما باشید، جایی نرید. اعتراضات اخیر ایران ما میدونیم که هنوز در جاهایی ادامه داره، به خصوص میدونیم که اعتراضات زیادی بوده جلوی زندان اوین و در اعتراض به تمام کسانی که بازداشت شدن. یکی از نماینده‌های دولت گفته که بیش از 3700 نفر بازداشت شدن، 22 نفر کشته شدن توی این اعتراضات. تو خود زندان ها ما میدونیم 3 نفر الان کشته شدن تحت شکنجه. یعنی واقعا وضعیت وخیم، شروع کردن سرکوب کردن، ولی در این حال میبینیم که اعتراضات هم ادامه داره. هنوز اخبار اعتراضات تو ایران فراوونه. فقط با سرکوب وحشیانه است که خیال میکنن میتونن جلوی این اعتراضات بگیرن. این اعتراضات پایان ناپذیره به خاطر زمانی که جمهوری اسلامی است. این فقط امید و آرزوی ما نیست، این واقعیت روی زمینه که جمهوری اسلامی با تک تک مردم ایران منافات داره. وجود جمهوری اسلامی با زنده موندن مردم منافات داره. مردم دیگه چیزی ندارن از دست بدن، واقعا چیزی ندارن از دست بدن. به خاطر نفس کشیدن، به خاطر زنده موندن، حتما با این رژیم وحشی می جنگن و نمونهشو میشیدید. دروغ میگن تو روز روشن. یکی از سرداران نظامی جمهوری اسلامی گفته ما تازه اسلحه‌هامون رو بیرون نیاوردیم و اگر می آوردیم این وضعیت اینطور نمیشد. این دروغ بزرگیه. اینا 20 نفر تو تظاهرات با گلوله و آتش اسلحه کشتن توی خیابونای ایران. این عملی جلو مردم نمیگیره. مردم اعلام کردن که جمهوری اسلامی نمیخوان و این دوره کاملا نشون میده که این پایان جمهوری اسلامیه. و حتی دیدیم ویدیوهایی الان دیدیم از اعتراضاتی خود جمهوری اسلامی سازمان داده. میدونیم که شعارهایی که گفتن مردم بگن، برعکس مثلا دیدیم جوانایی که شاگردایی که دارن برعکس اون چیزی میگن که جمهوری اسلامی خواسته. دقیقاً سینا غنبری، وحید حیدری و محسن عادلی 3 نفرن که جونشون از دست دادن توی زندان‌ها، حتماً هم تحت شکنجه بوده. جمهوری اسلامی داره میگه بعضیاشون خودکشی کردن. ما میدونیم این واقعیت نداره و نگران خب وضعیت، سلامت و زندگی کسانی هستیم که بازداشت شدن. هزاران نفر الان بازداشت شدن و تحت شکنجه و به خصوص یاد مثلا جاهایی مثل کهریزک آدم میافته و خطری که برای این بازداشت شدگان وجود داره. اینا گروگانه های مردم ایران هستن در چنگال جمهوری اسلامی. اعتراضات برای آزادی اینا ادامه داره. جلوی زندان اوین تظاهرات هر روزه هست. این قطعه رو ببینید که نشون میده لحظه ای از اعتراض مردمه که در نتیجه تونستن ادهی رو آزاد بکنن و این جنگ ادامه داره. ما همه با هم هستیم.
یکی از اتفاقاتی که چند روز اخیر اتفاق افتاده حضور شاهرودی رئیس سابق قوه قضایی ایران در آلمان بوده که وقتی مخالفین جمهوری اسلامی فهمیدن سریع سازمان دادن تظاهرات به علیه این چهره واقعا منفوری از جمهوری اسلامی که وجود داره و به تظاهرات شروع کردن و نشون دادن این چهره به دنیا. یعنی این فقط یکی از رهبران جمهوری اسلامی، پرونده این آقا رو باز کردن و نشون دادن که جمهوری اسلامی از چی ساخته شده، بنیانهای جمهوری اسلامی از چی ساخته شده، خیلی مهمه. دقیقا، مثلا میبینیم که خب مینا احدی یکی از سازماندهندگان اعتراضات بوده و ایران تریبیونال هم پرونده ای آماده کرده بود که و درخواست کرده بود که دادگاه های آلمان ایشونو به عنوان یک کسی که جرم علیه بشریت انجام داده اینو بازداشت کنن و محاکمه کنن. دقیقا. و واقعا وقتی نگاه میکنیم تک تک سران رژیم رو ما میتونیم به خاطر جرم علیه بشریت و مردم ایران اینا رو بازداشت و محاکمه کنید. دقیقا، نگاه میکنید به پرونده شاهرودی که تای همین چند روز آماده شد و تحویل دادستان دادگاه های آلمان داده شد، نشون مقدار جنایتی رو که ایشون کرده توی این مدتی که تر کار بوده رو غیر قابل تصوره، که همجنسگرایان کشته، بچه های زیر 18 سال رو به دار بزن کرده، کهریزک مسئولین بوده، خانم کاظمی رو که عکاسی بود از کانادا رفته بود ایران کشتن در زندان اوین، و میبینی اینا تصویر واقعی جمهوری اسلامیه و دفاع کردن و کمک کردن به ادامه شاهرودی و حکومت شاهرودی و خامنه ای و خمینی و این اراذل اوباش اسلامی چه زندگی مردم رو واقعا سیاه میکنه. و مهمه که از ادامه این کمپین دست همه که دستن در کار و هر کسی که هر چقدر تونسته کمک کرده رو واقعا فشرد، و به این خیلی واقعا لحظه خیلی خوبیه، به خاطر اینکه اولا جمهوری اسلامی و رهبرانش رو بهشون اختار میده که خارج کشور و هر جای دنیا باشن دنبالشون رو میگیرن و پرونده هاشون هست. یه سری هستن توی اروپا، برای مثال جرمی کوربن، نشریاتی مانند گاردین، بخشی که چپ خودشونو حساب میکنن، ولی وقتی میاد برای دفاع از چپ، از طبقه کارگر، از مردم ایران، همیشه حامیان جمهوری اسلامی هن. و همیشه دارن سعی میکنن جلوه بدن اینه که این اعتراضات ایران فقط در مورد یه خورده فساد و فقره ولی علیه جمهوری اسلامی نیست. ولی خب چیزی که مشخصه به طور ابجکتیو میشه دید از شعارا، از نوع اعتراضات که علیه کلیت جمهوری اسلامی بود، مشخصه که مردم ایران نه فقط نون میخوان، نه فقط کار میخوان، بلکه آزادی میخوان و حکومت اسلامی هم نمیخوان، حکومت مذهبی نمیخوان. و در واقع این دفاع این سازمان ها، این رهبران کشورهای اروپایی، بعضیشون علنی میگن به خاطر منافع اقتصادی ما با ایران نمیخوایم بجنگیم، بعضی سکوت میکنن، سکوت خانانه، مثل کسی مثل جرمی کوربن. بعضی ها میان دفاع ازش میکنن، میگن مسئله ترامپ و مسئله روابط بین المللی دنیاست و در واقع مردم ایران مسئله اقتصادیه، مسئله اینه که خب ما خوب مدیریت نشده، اینو میشه داوست کرد، ولی حاضر نیستن دست بزنن به چارچوب جمهوری اسلامی. تمام اینا، اونا که سکوت میکنن، اونایی که علنی میگن و اونایی که میگن مسئله انقلاب و اعتراض مردم به حکومت اسلامی نیست، همشون در واقع اون سازمان اصلی طبقه حاکم دنیاست به جمهوری اسلامی نمیخوان دست بزنن. دقیقاً. و به علیه مردم ایران هستن و در واقع به علیه مردم ایران عمل میکنن. و وقتی نگاه میکنیم حتی پرونده شاهرودی، بالاخره وقتی یه درخواستی هست برای بازداشت یه نفر و برای محاکمش، نمیتونین همجوری بذارین فرار کنه. مثلا برای شاهرودی میگن که خب مثلا حمایت دیپلماتیک داشته، دولت آلمان نمیتونست کاری بکنه، ولی شاهرودی برای بیمارستان شخصی، سفر شخصی داشت، ربطی نداره به حمایت دیپلماتیک. و جدا از این، وقتی که یکی اتهامش
جرم علیه بشریت دیگه این ربطی به حمایت‌های دیپلماتیک نداره. هر دولتی موظفه که این آدم رو بازداشت کنه و محاکمش کنه. همین که اجازه دادن فرار کنه نشون میده که دولت‌ها حاضر نیستن جلوی جمهوری اسلامی بایستن. چیزی که مشخصه اینه که مردم ایران جمهوری اسلامی نمیخوان. حالا شاید فردا نندازنش، پس فردا نندازنش، ولی آخرای جمهوری اسلامی رسیده دیگه، خیلی مشخصه. چیزی که اتفاقا جمهوری اسلامی نگر داشته همین دولت‌های غربی هن، کسایی که هی براش بهانه میسازن و جلوش نمیستن و ازش حمایت میکنن، حمایت به اشکال مختلف، سکوت خائنانه، نوشتن این که مسئله انقلاب و مسئله اسلام نیست و اینکه مستقیما ازش دفاع میکنن. همین روزی رو که ایشون داشت در میرفت همونجا ظریف رو در اروپا آوردن سر باش مذاکره بکنن، از باریس جانسون گرفته با نمایندگان اروپا، تمامشون دست به دست هم دادن و دفاع میکنن از حکومت اسلامی. ولی جمهوری اسلامی پایان کارش رسیده و دیر نمونده که مردم نه تنها نفس آزادی بکشن، بلکه پرونده جنایت اسلام رو در ایران و خاورمیانه باز کنن و جلوی چشم دنیا بزنن. Mariam Naman. I am very happy to meet you because just yesterday I put online on Twitter and Facebook your interview in Le Point, and I didn't know that I was about to meet you today, so I am very happy. I shall translate it. Thank you very much for having me here. It's a great honor to say that I am always Charlie. Of course, the left should always and has historically always been a relentless critic of religion. It's key for human progress, and it's a historical task when you can be killed for it. One in three countries have blasphemy laws, they criminalize them. And 13 kill for blasphemy, and those are, of course, all Islamic. When that is the case, we must celebrate blasphemy. Defending Charlie is a defense of those who refuse and resist. Like ex-Muslims, because of bacon. Or ex-Muslim because no 72 virgins for me. So this is with some femen and other activists. I cut the Allah out of the Iranian flag and put something much better in its place. Oh. Ah, you see, an autre. We also went to Gay Pride in London. Ça, c'est une manifestation à Londres. And the police said people are offended. They are not offended to say Jesus is gay, but they are offended when you say Allah is gay. It's double standards, and it implies that offense is worse than murder. And of course, immediately, always, the label of Islamophobia. Islamophobia is used to scaremonger people into silence. And of course, Pride in London, they said that they will not tolerate Islamophobia and may not allow us to go back again next year. And of course, Pride in London, like many, are the collaborators with our Nazis, our Islamists. And of course, one of the issues is that when we defend Charlie, people say this is Western. But there are many who want to live and think freely across the world. An Iranian cartoonist, Hadi Haydari, was imprisoned for drawing this cartoon in solidarity with the attacks in Paris.
Atena Fardani is a cartoonist who was sentenced initially to 12 years in prison for a cartoon that showed the Iranian government officials as animals. Of course, there are also the Turkish columnists who printed Charlie Hebdo's cover and were imprisoned for and sentenced to 2 years in prison. They never pixelate dead bodies, but they pixelate a cartoon of Muhammad. And of course, this dissent against Islam, criticism against Islam, is something that has taken place historically in countries influenced by Islam or under Islamic rule, like this cartoon of Mullah Nasruddin, Pilgrimage to Hajj. A donkey is leading them. The famous Iranian anti-religion writer Sadegh Hidayat, who said, amongst other things, heaven is the best excuse in the world to make the world hell. And of course, it's not just cartoonists and writers, this is Omar Mohammad Batawil, a 17-year-old atheist from Yemen who was killed because he was an atheist. On Facebook, he said, they accuse me of atheism. Oh, you people, I see God in the flowers and you see him in the graveyards. That is the difference between you, me and you. Defending Charlie is defending Sina Dehghan, who has been given the death sentence in Iran for insulting Islam. It is defending Raif Badawi in Saudi Arabia. It is also a defense of religious minorities and including believers who are often persecuted under blasphemy and apostasy laws. Defending Charlie is defending the unveiling movement in Iran. Defending Charlie is defending the demand for bread, work, and freedom, and an end to the Islamic regime of Iran. Free expression is for the weak, it is for the disenfranchised, it is for the poor, it is for the hungry against the powerful. It's not a luxury. It is for the HEPCO workers in Iran who have not been paid their wages for 26 months. I want to show you one video of the HEPCO workers. جمهوری اسلامی رو طور انجبوته فقط حشرات زیر میگیره اونی که خود رق و غربداری و انتحیدی کجوره چرا اونی نمیتونی بگیری یه پرنا نتونستی بیاری اما حاضر شدی تجار خورده نفر باتون کاری کنی نتیجه اخلاقی آقا باور کن پولیس هم با دوست سنته اینو چرا آین میکنی دیگه آقا دست به جایی نمیرسه دوستا خیالشون راحت اونایی که دارن کارخانه جات میزنن زمین خیالشون راحت این پلیس این استاندار با اونای آقا خیالتون تخت هر کاری دوست داری انجام بده هیچ کچت نباشه آقا جون هیچ کاری ما نمیتونیم بکنیم تا این اوضاعونه ما الان چند کیلومتر راه رفتیم چقدر آمدیم تو خیابان رفتیم تمام دنیا حب کنه به اسم میبرن بعد تو خونه خودمون آقا بکر خودمون نیستن بعد اخبار رو باز میکنیم میامار لبنان غزه من نون نبارم بخورم من خرچی زنم از سمره میتونم بدم دیش دیریه دیش مسلمانیه حالا شروع شد امام حسین تا 1400 سال پیش بود حالا تبل ساعت 12 شب میزنی تو سر زن بچه گشته من تبل چیه این؟ سه من تبل میگیره با بانه تبل میبره Very impressive. So of course, I am the HEPCO workers. I am the women's revolution in Iran. I am the hundreds who have been arrested. Actually, now the numbers are over 1,000 people have been arrested for the protests over the past 6 days. I am the 21 people who have been killed in the protests. I am Sina Dehghan. I am Raif Badawi. And I am always, always Charlie. Thank you.
found something very interesting in the interview I read of you. A good part of our press and the media here in France pretend that it is about food mainly, it's not about religion. And in what you're saying, I found out that, yes, it's about religion too. Yes, it's definitely about religion, because when workers go out to strike, the government says striking is haram. It's religiously not prohibited. When workers organize May Day, they flog workers and they say that it is a crime against the Islamic regime. All these hungry people who've been arrested, they are saying that they are enemies of God and that they are fighting a system of God. So it has a lot, everything to do with religion as well. Thank you very much. Oui, oui, c'est à propos de la religion, c'est pas seulement, puisque on leur dit que quand ils font grève, ils font quelque chose d'interdit par la religion, comme c'est facile la religion dans ces cas-là, n'est-ce pas, politiquement. Merci beaucoup. Thank you. مراد بیارل یکی از ملاهاییه که توی ترکیه حتی برنامه تلویزیونی داره. توی ترکیه با آمدن اردوغان فکر کنم احتمال این که به اینا برنامه تلویزیونی بدن زیاد شده. خیلی زیاد شده. و خب این حرف خیلی جالبی میزنه. میگه که مردان باید حتما ریش داشته باشن. به خاطر اینکه اگر نداشته باشن شاید فکر کنی زنن بعد احساسات بدی به دستت بیاد و فکرهای ناجوری بکنی. یعنی اگه ریش نداشته باشی آدم های دیگه تو خیابون رو میری امکان دارم اصلا احساسات عجیب. تو باید خیلی نگران باشی الان. احساسات عجیب قریب. مولای ترکی تو رو ببینه، مراد بیارل تو رو ببینه، پدرت رو در میاره. بعدم خنده‌دار اینه که میگه که فقط دو تا چیز هست که مرد و زن رو از هم جدا میکنه و یکیش ریشه. دومیش چیه؟ دومیش فکر نمی کنم اینجا میشه گفت. اینو میذاریم به حدس بینندگان این برنامه و نظرشون رو بنویسن ببینیم که از نظر شما دومیش چیه. ریش بزنین فوری یا حداقل جلوی اون یارو را ننیزیم. من فکر کنم آدم ها ریش های مصنوعی بخرن بزنن به خودشون جلوی این را رو که رفتن بعد از اینکه رد شدن دررن. ولی واقعا وقتی آدم فکر میکنه چقدر مشکل داره مشکل داره. یعنی داره میگه که اگر زن باشی خب این نرماله که این فکر رو داشته باشی، ولی مبادا در رو توی مرد این فکر رو داشته باشی. همجنسگرا باشی چی؟ این یارو مشکل داره عزیز من. مشکل داره. فتوها کلن مشکل دارن. اسلامی ها یه خورده کوکو. در ایران ما شاهد اعتراضات متعددی هستیم در دفاع از زن جوانی که یه نوع سمبل اعتراضات اخیر شده بود. حجابش رو کرده بود روی چوب و روی سکوی وایستاده بود و خب بازداشت شده و میبینیم که هفتگی کسانی هستن که دارن میان همبستگی خودشون اعلام میکنن و خب این ویدیو واقعا نمایان این نوع همبستگی هست. دقیقا همبستگی که در سراسر ایران یه خواست مهمه. اعتراضات اخیر و جامعه ایران برابری زن مرد و بر علیه حجاب اجباری که یکی از قوانین اسلامیه. و چیز زیبای اینجا اینه که یه پدر دست در دست با دخترش داره حمایت میکنه، روسری دختره برداشته میشه، دور گردن پدره میندازتش و با هم دست به دست راه میرن توی خیابون و واقعا یک لحظه زیبایی هست. دقیقا و این لحظه ایه که خواست عمومی جامعه ایرانه و در سر در اعتراضات ایران و آینده ایران برابری زن و مرد حتما باید نوشته بشه. این ما رو میارد به پایان برنامه این هفتمون و تا هفته دیگه از طرف من و مریم خدافظ. بای بای.
Hi, I'm Mariam Namazi. And I'm Fari Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to our year's anniversary. And we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt. And that's why you need to support us. We are and the alternative voice in Middle East and North Africa. Of corruption and immorality. So do support us. Here's a short video from Patreon that explains how you can help us with even just $1 a week. That's nothing. Support us. Patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators. It's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or webcomics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.